دیر زمانی است که مردم ایرانی و بسیاری از جوامع دیگر در آغاز فصل زمستان مراسمی را برپا می‌دارند که در میان اقوام گوناگون نام‌ها و انگیزه‌های متفاوتی دارد. شبی زیبا و بلند با پیشینه‌ای به بلندای تاریخ این مرز و بوم. مرز و بومی که برای لحظه لحظه تاریخ خیش دنیایی از آگاهی و مفهوم در دل جای داده است. به دلیل دقت گاه شماری ایرانی و انطباق کامل آن با تقویم طبیعی، همواره و در همه سالها انقلاب زمستانی برابر با شامگاه 30 آذر ماه و بامداد 1 دی ماه است. هرچند امروزه برخی به اشتباه بر این گمانند که مراسم شب چله برای رفع نحوست بلندترین شب سال برگزار می شود، اما می دانیم که در باورهای کهن ایرانی هیچ روز و شبی نحس و بدیوم شناخته نمی شده است. خب می دونید شب چله مثل مناسبتهای دیگه ایرانی ارتباط مستقیمی با حرکت فیزیکی زمین داره. اما از آغاز زمستان یا انقلاب زمستانی خورشید دگرباره به سوی شمال شرقی باز می‌گردد که نتیجه آن افزایش روشنایی روز و کاهش شب است. این حرکت زمین به دور خورشید و طرز قرارگیریش در این موقع ساله که باعث میشه روز کوتاه‌تر بشه و شب بلندتر بشه. به عبارت دیگر در 6 ماهه آغاز تابستان تا آغاز زمستان در هر شبانه روز خورشید اندکی پایین تر از محل پیشین خود در افق طلوع می کند تا در نهایت در آغاز زمستان به پایین ترین حد جنوبی خود از شرق یا نقطه اعتدال این برسد. در مورد شب چله میتونم بگم که این بلندترین شب ساله. خب مثل یه شروع تازه است برای همه یا آغاز یه سال نو. در واقع میتونم اینطوری بگم که این پیروزی نور بر تاریکیه، یه شروع تازه است. ایرانیان قدیم شادی و نشاط را از موهبت‌های خدایی و غم و اندوه و تیر دلی را از پدیده‌های اهریمنی میپنداشتند. مراسم نوروز، جشن مهرگان، جشن سده، چهارشنبه سوری و شب چله و سنت‌های دیگر در واقع بیانگر این حقیقت است که ایرانیان پس از رهایی از بیدادگری و ستم به شکرانه بازیافتن آزادی جشن برپا می ساختند و پیروزی نیکی بر بدی و روشنایی بر تاریکی و داد بر ستم را گرامی می داشتند. وقتی روزا طولانی میشن، مثل این میمونه که نور خورشید بر تاریکی پیروز میشه و مردم این اتفاق رو جشن میگیرن. این درست مثل سال نو میمونه، مثل یه تولد دوباره است. در دوران کهن شب مظهر تاریکی و تباهی و وحشت بوده و اغلب سعی می کردند که شب هنگام با افروختن آتش و افزودن نور خانه روشن باشد تا پلیدی و تباهی در آن راه نیابد. در ایران کهن هر یک از 30 روز ماه نامی ویژه دارد که نام فرشتگان است. نام 12 ماه سال نیز در میان آنهاست. در هر ماه روزی را که نام روز با نام ماه یکی باشد جشن می گرفتند. در طول ماه دی در ایران کهن 4 جشن وجود داشت. امروز از این 4 جشن تنها شب نخستین روز دی ماه یا شب چله را جشن می‌گیرند. یعنی آخرین شب پاییز، نخستین شب زمستان، پایان قوس، آغاز جدی و طولانی ترین شب سال. ایرانیان باستان در این شب بر خوانی الوان از میوه‌هایی چون هندوانه، خربوزه، انار، سیب، خرمالو و به می‌نشستند. این میوه‌ها هر یک بار معنایی نمادین با خود دارد. هندوانه که قاشق‌های مدور می‌خورد، چون خورشید یادآور گرمای تابستان و فرو نشاندن آتش است. انار صندوقچه‌های دانه‌های مروارید که خود نماد تناسل نسل و زایش است و شبچره هایی که با شکستن آن شادی را با خود به همراه می آورد و دمی همه را از حرف زدن باز می دارد.
در شب چله ایرانیا برای شکرگزاری به معابد میترا میرن و دعایی برای شکر میخونن تا خوشحالی خودشونو بتونن برای پیروزی نور در برابر سیاهی ابراز بکنن و خدا رو شاکر باشن. روز پس از شب چله یعنی یکم دی ماه را خورروز یعنی روز خورشید و دیگان میخواندند و به استراحت میپرداختند و تعطیل عمومی بود. خرم دینان این روز را خرم روز یا خر روز می نامیدند. روز بعد از چله خر روز نام داره که در این روز در دوران باستان پادشاهان بین مردم می اومدن و مثل اونا زندگی می کردن و تمام کارها به دلخواه اشخاص انجام می شد و کسی هم به کسی دستور نمی داد. هیچ کس رئیس نبود. همه ساده زندگی می کردن. حتی پادشاه‌ها. بسیار دیده شده که همین قطع موقت جنگ به صلح طولانی و صفا تبدیل شده است. به این روز بیشتر از این رو دست از کار می کشیدند که نمی خواستند احیاناً مرتکب بدی شوند که آیین مهر ارتکاب هر کار بد کوچک را در روز تولد خورشید گناهی بسیار بزرگ می شمرد. یه نکته جالبی که درباره خر روز وجود داره اینه که این روز نماد برابری هم هست. در این روز هیچ حیوانی کشته نمیشه و هیچ خونی ریخته نمیشه، بلکه مردم برای رحمت بیشتر برای همدیگه دعا میکنن. فرقه های گوناگون عیسوی با تفاوت هایی زادروز مسیح را در یکی از روزهای نزدیک به انقلاب زمستانی میدانند و همچنین جشن سال نو و کریسمس را همچون تقویم کهن سیستانی در همین هنگام برگزار می کنند. به روایت ابوریحان بیرونی، مبدأ سالشماری تقویم کهن سیستانی از آغاز زمستان بوده است و جالب این که نخستین ماه سال آنان نیز کریست بوده است. میتونم بگم فرقه‌های دیگه هم به اشکال مختلف این شب و جشن میگیرن و بر اساس تقویم ایرانیا در این روز هستش که میترا متولد میشه. این مراسم و نیز سال شماری آغاز زمستانی هنوز در میان برخی اقوام دیده میشود که نمونه آن تقویم محلی پامیر و بدخشان در شمال افغانستان و جنوب تاجیکستان است. همچنین در تقویم کهن ارمنیان نیز از نخستین ماه سال نو با نام نواسارد یاد شده است که با واژه اوستایی نوسرده به معنای سال نو در پیوند است. شب چله ایرانی چه برگرفته از تحولات کیهانی باشد و چه از باور مردم، نمادی است از پیروزی سپیدی بر تاریکی و ظلمت شب. و چه زیباست سنت‌های اصیل ایرانی با چنین مفاهیمی عمیق و قابل تأمل، و چه زیباتر زنده نگه داشتن چنین گوهرهای فرهنگی و افزودن نیکی‌های بیشتر بر آنها.